بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زخمیم التیام می خواهم، التیام از امام می خواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام می خواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام می خواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام می خواهم. در نجف سینه بی قرار از عشق، گفت لا یمکن الفرار از عشق. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. خوشحالم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم و مهمان لحظات زیبای شما عزیزان با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. و بسیار مفتخریم که همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی کارشناس عزیزمان که سه شنبه ها به حال مزاحم اوقاتشان هستیم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. درود خداوند بر شما و خدمت بینندگان عزیز، همراهان همیشگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید، شادکام باشین و ما و بقیه دوستان و همکاران انشاءالله دعای خیرتان فراموش نمی کنیم، در خدمتتون هستیم. سلامت باشین، انشاءالله خیلی موفق باشین. خوش خوب هستید، سلامتی باشین. انشاءالله که سالم و سلامت باشین همیشه. همچنین ما و بینندگان عزیز انشاءالله از محضرتون استفاده میکنیم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. و استاد امروز من همین آیه شریفه به یاد میامد که بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن آیا با هم مساوی هستن؟ و گفتم الحمدلله و المنه، به هر حال سفره پهن شده که در محضر شما بزرگوار تلمذ میکنیم و سوالاتی که پرسان میشه ان شاء الله که استفاده میکنیم از جوابات شما و دیگه تقریبا جای چیزی باقی نمیمونه دیگه، جای عذر و بهانه ای شاید خیلی سخت باشه دیگه کسی باشه که بگه نه، من کسی هم شاید نباشه که بگه من علامه دهر هستم و هیچ سوالی نیستش. در حال ان شاء الله که خداوند وجود شما رو برای ما حفظ کنه. امشب هم هستیم و ما میگیم به تعبیر حضرت سلیمان علیه السلام، هاذا من فضل ربی، از فضل پروردگار عالم که به ما و شما فضل کرده و بینندگان عزیزم انشاءالله استفاده میبرن. در خدمتیم. امشب هم با یک بخشه از سوال در خدمت شما هستیم. در خدمتتون هستیم. با اجازه شما سوالات اول به صورت سوالات ویس هستش که در خدمتتون هستیم. مادر عزیز از هموطنان من هستن که در حال حاضر در کشور پاکستان زندگی میکنن به نمبر مثبت 92 310 12 16 و به صورت ویس سوال فرستادن که ما قبل از اینکه ویس پخش کنیم تشکری میکنیم از این مادر بزرگوار که به هر حال سوالاتشون به برنامه خودشان رای کردن و انشاءالله میشنویم سوال و جوابی که استاد ارائه میدن. آجی آقا، در خانه که گودی و شد سامان بازی و شتکا پاینزی گودی و مثلا خیرسگ و اکسای پاپیگ اگه چیزا نماز موشه یا نه؟ استاد سوال مادر بزرگوار در واضح هست دیگه که بلی. در خانه ای که به هر حال گودی باشه، اسباب بازی باشه، آیا اینها به نماز شخص میتونه اشکال وارد کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت این مادر بزرگوار و بقیه بینندگان عزیز که اگر ما را میبینن و صدای ما را میشنون، خدمتشان عرض کنیم که صرف بودن گودی یا عروسک یا خدمت شما است کنم، ولی عروسک در هر قالبی که بخواه باشه، این که پاپی گفت من. مادر ما اینم سگایی که به اصطلاح سگای عروسکی دیگه رزگگ است و سگای عروسکی یا چیزهای دیگه. گودی در خانه زیاد است برسو جا، خب مثلا برای بچه ها و دخترک ها و بچه ها گودی میخرن. به هر حال بودن از اینا در خانه باعث میشه که نماز مکروه شود. انچه و ای که نماز مکروه میشه، ما بارها گفتیم برای بینندگان، یعنی ثواب نماز کم میکنه، مخصوصا اگر در پیش نماز باشه، یعنی قسمتی که من
مشغول خواندن نماز است، روبروی بهودی نماز یا غذا باشه. یعروسک یا هر چیز دیگه ای که است، خرسک است، اینو در پیش انسان باشه، این نماز مکروه است. یعنی کراهتش، کراهت به این معناست که ثوابش کم میشه. مثلا اگر نماز 10 درجه ثواب داشته باشه، وقتی که عروسک یه چیزی پیش انسان باشه یا در اون خانه ای که عروسک و این چیزا باشه، نماز درجهش کمتر میشه از 10 درجه. مثلا تنزل میکنه مثلا 9 درجه یا این چیزا میشه، نه دیگه نماز باطل نمیکنه. بله استاد امیر رضام که میگم این ایام، خب مشکلات اقتصادی هم خود زیاد است و به هر حال کسانی که بچه دار هستن، خب شاید ما هم همدرد باشیم با ایشون. خیلی قیمت های بالایی هم داره. بله گودی ها روز به روز قیمت ها زیادتر میشه، جنس ها مختلف میشه و خب بچه وقتی که میره در خانه میره، میبینه خب پدر مادر اونها شاید بها دادن، از این لحاظ میبینن که خب خانه پر است از گودی، خب میگه خب چرا ما نداریم. بله یکم بین اینا چیز میشه. یک بزرگی باز میگفت که برای بچه هایتان گودی یا عروسک نخرید، اسباب بازی نخرید، هم بازی بیارید برشان. بسیار خوب است، حرف خوبی گفته. پس موافقین شما باشه. بله. خب استاد محترم، سوال دومم از همین مادر محترم هستش که من سوال پخش میکنم. اگر عکس در خانه باشه جاها نماز قبول میشه یا نه؟ بله بازم بودن عکس در خانه خدمت تا نرس کنم که باعث باطل شدن نماز نمیشه. البته ای که منظور عکس میگه، عکسی که به اصطلاح زیروح باشه، یعنی عکس انسان باشه، عکس حیوان باشه و چیزهای دیگه، اینا اگر در خانه باشه باز یکی اصلا فرق نمیکنه که عکس یک شهید باشه، عکس پدر ما باشه، عکس مادر ما باشه. یا می تمثال هایی که در یاد ائمه میکشن، دیدین که در کشور عراق هم وقت شما زیاد زیارت رفتی بسیار زیاده و اتفاقا و معتقد هم است، خیلی اعتقادشان هم است و خیلی دست میکشن روی از اونها. به هر حال صرف از اینا بودن در خانه نماز باطل نمیکنه، ولی باز هم حالت کراهت برای نماز پیش میاد. اگر پشت سر باشه یا در بغل راست باشه، بغل چپ باشه، کراهتش کمتره، و اگر در مقابل صورت انسان باشه کراهتش بیشتره. پس بنابراین نماز اینا باطل نمیکنه، اما از ثواب نماز کم میکنه. این که میگن به اصطلاح ثواب نماز کم میکنن، یا میگه در خانه عروسک نباشه، گودی نباشه، این چیزا بخوا یکی از فلسفه هایش اینه که حواس انسان پرت میکنه دیگه. وقتی مثلا در مقابل شخصی که نماز میخونیم، یک مثلا بسیار میت یک منظره زیبایی باشه و گل باشه و پرنده باشه و انسان باشه و چرنده باشه، خب قطعا حواس انسان چی میشه؟ پرت میشه و اون رقم نمازی که باید شاید بخونه نمیتونه بخونه. پس بنابراین بودن عکس از هر کسی که میخوای باشه، عکس مرجع تقلید باشه، عکس همون رقم که منسوب به ائمه باشه، عکس هر چیزی باشه، زیروح باشه، اموات گذشته باشه، از خود ما باشه، بودنش در خانه باعث میشه که نماز انسان درجهش کاهش پیدا کنه. حتی اگر کسی که نماز میخونه صد خب تمرکز داشته باشه و حواس حتی اگر تمرکز داشته باشه، حتی اگر تمرکز داشته باشه، بودن از اینا در خانه باعث میشه که نماز درجهش و ثوابش کمتر شه. یا به تعبیر میگیم اینا کراهت داره. کراهت در عبادت هم مساوی است که درجه و ثوابش کم میشه. نه دیگه مشکل خاصی نداره. استاد طراحی چه رقم میشه؟ طراحی که نقاشی که میکشن هر چیزی، چون قبلا که عکس کنه بوده دیگه جناب حسینی بزرگوار، قبلا هم تمام چیزا طراحی میشده دیگه. طراحی چهره انسان باشه، طراحی چهره مثلا ایوان باشه، هر چیزی دیگه باشه، این بودنش در خانه کراهت داره و در هنگام خواندن نماز ثواب نماز ما را کم میکنه. پس چی عکس باشه، چی کسی که مثلا با سیاه قلم است، نمیدونم رنگ روغن است دیگه، چیزایی که به اصطلاح درست میکنن، هر کدام از اینا باشه باعث میشه که نماز ما مکروه شود و ثوابش کم شود. صد در توضیح فرمودید گفتین زیرو، اگر او بله منظور مثلا اگر ساختمان باشه یا مثلا اگر گل باشه، گیاه باشه، اونای حکم نداره. اونای حکم نداره، انسان باشه مثلا، موجوداتی که روح داره مثل حیواناتی که چیزا باشه، ولی درخت و گیاه و کوه و صحرا و چیزهای دیگه اینا او کراهت که در نماز میاره اونا نمیاره. بسیار عالی. خدمت اعزان بیننده پول ارتباطی رو اعلام میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 نمبر است که پول ارتباطی ما و شما عزیزان هست. شما در هر زمانی میتونید سوالاتتون رایی کنین، به صورت نوت باشه، به صورت وایس باشه، یا حتی تصویری باشه، پخش میشه و انشالله کارشناسان عزیز ما پاسخگو خواهند بود. سوال بعدی استاد از امارات متحده عربی به نمبر مثبت 971 56 37 99
عزیزمان سوالی کردن که به صورت ویس است و میره میمانم انشالله استا جواب میده. بسیار خوب. سلام علیکم، شب بخیر. سوال داشتم، سوال می است محترم شد. سوالی است که کسی در نماز 4 رکعتی بعد از 2 سجده اول می خواهد نماز رکعت دوم یعنی حمد سوره را بخونه، این اشتباهاً رکعت های خالی را میخونه. یک وقت متوجه میشه که نماز یا در حالت خلاص شدن یعنی در تشهد آخر است یا خلاص شده. متوجه میشه که ما در جای 1 رکعت پر رکعت خالی خواندم، یعنی در جای حمد سوره دوم رکعت دوم فقط تسبیحات 4 خوانده رفت و تشهد خوانده، بعد استاده شده 2 رکعت خالی رو بعد خوانده. این بعد از تمام شدن نماز یا در حالت تشهدی را میفهمه یا بعد از سلام نماز. وظیفه چیه؟ آواده نماز است، قضایی است یا نماز درست بده؟ سو چیزی که تشکر کنم از عزیزمون که در حال به تماس شدن و سوال رو کردن، چیزی که من برداشت کردم ای که برای رکعت دوم هستش ولی اشتباهاً بله تسبیحات 4 میخونه. خدمت از این بیننده عزیز و هر بیننده ای که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه، خدمتشان عرض کنید که او چیزی که واجبه در رکعت اول و در رکعت دوم است که انسان یک حمد و یک سوره چی رو بخونه؟ کامل بخونه. بله. یعنی یک حمد یک سوره کامل که خوان، این رکعت اول یا به تعبیر ما افغانی ها میگیم که رکعت پر و رکعت خالی. این سوال بود. بله بله، مراد از رکعت پر این 2 رکعت اوله، این رکعت اول و رکعت دوم که در اینا حمد میخوانیم و سوره، و مراد از رکعت خالی او رکعتیه که فقط دو چی میخوانیم؟ تسبیحات 4، که ممکنه رکعت سوم باشه در نماز 3 رکعتی، ممکنه رکعت سوم و چهارم باشه در نماز چند رکعتی؟ 4 رکعتی. یعنی برادر ما سوالش اینه، به جای از اینکه ما حمد و سوره رو بخونیم اشتباهاً سهواً تسبیحات چی رو خواندیم؟ 4 رو خواندیم و زمانی متوجه شدیم که وقتش تیر شده. مثلا حتی این برادر ما که گفت که ما در تشهد رکعت آخر متوجه میشیم یا بعد از سلام رکعت آخر متوجه میشه، حتی اگر در رکعت سوم متوجه شوه که در رکعت دوم به جای از اینکه حمد و سوره رو بخونه تسبیحات چی 4 رو خوانده، یا حتی در رکعت اول میرخم در رکعت اول می کار کرده باشه ولی کی متوجه شوه؟ در رکعت بعدی، در رکعت محلش تیر شده باشه. هیچ اشکالی نداره و خدمتتون عرض کنم که نمازش باطل نیست، اعادم لازم نداره. حتی جناب حسینی این کیفیت هم میتونه باشه که اگر کسی تکبیرت الاحرام گفت 4 رکعت نماز میخوانم، الله اکبر، یک مکسی کرد سهو شد دست بشیش، یادش رفت، مستقیما رفت در رکوع، یعنی نه حمد خواند نه سوره. اینجا که جایش از داخل یک تسبیحات 4 خواند، نه حمد خواند نه سوره را، مستقیما رفته به رکوع. میفرماید امیجا نمازش باطل نیست. چرا؟ چون در نماز شما که در جریان سر 12 تا به اصطلاح واجبات داره، 5 تا از اینا رکنه، بقیش واجب است اما رکن نیست. رکن خاصیتش ایه چی عمدن اضافه شوه چی عمدن کم شوه نماز باطل. ولی غیر رکن که از جملهش به اصطلاح حمد و سوره غیر رکنه، این رکن نیست، واجب است اما رکن نیست. ای اگر سهوان فراموش شوه خوانده نشوه، سهوان غلط خونده شوه، این نماز باطل نمیکنه. پس این برادر مخاطرش جمع باشه که نمازش اعاده لازم نداره. نمازی که خونده خدای تبارک و تعالی ان شاء الله قبول رو بسازه. بسیار عالی. بله. و ما را ان شاء الله عزیزان بیننده دعا کنن. حتما دیگه قبل نماز. ما حتما دیگه نیست، ما خواهش میکنیم. بله. خواهش میکنیم که دعا کنن ان شاء الله. ان شاء الله. استاد این سوال به ذهن ما اومد، شاید به ذهن عزیزان هم اومده باشه. در بعضی از نمازهای مستحبی دیده میشه، خب نماز خاصی هستش، میگه مثلا بعد از هم 10 دانه 12 دانه قل هو الله خوانده میشه، یا در نماز ایام البیض داریم و یاسین و تبارک خوانده میشه. خب رکعت اول میخونه به همین هیئت که ذکر شده، در رکعت دوم او قاعده و قانون فراموش میکنه، مثلا به یک قل هو الله رد میشه، از محل رد میشه، بعدا یادش میه، با خودش میگه خب ما این نماز چیزی که گفته شده بوده انجام ندادیم. خب در نماز واجب شما گفتین اشکال نداره. بله. این در نماز مستحبی که هست اگر اشکال نداره، او ثوابی که گفتن خب در این نمازی با این سختی و با این زمانش هست به اون مترتب میشه.
خدمت شما عرض کنم، یکی گفتیم اشکال نداره در نماز واجب و مرقم است، در نماز مستحب هم همین رقم است، واجب اشکال نداره. اما یکی در نماز واجب خدای تبارک و تعالی از باب تفضل و از باب رحیم بودن و رحمان بودن، رؤوف بودن و مهربان بودن از ما نمیخواید. نه که نماز ما با همون رقم کیفیت ادا شده خو نشده دیگه، که مسلم است دیگه. من در رکعت دوم قرار بوده حمد بخوانم و چی سوره بخوانم. ای چه بسا انسان وقتی حمد میخونه یا سوره میخونه با اون مضمونش توجه میکنه و خود همی به اصطلاح طریقیت داره. یعنی خود همی که شما حمد میخونی سوره رو میخونی، این روح انسان ممکنه عوض کنه، توجهی به اون محتویاتش ارزشمند و آثاری که نمونده آثار. اونی که خدای تبارک و تعالی میگه من دیگه نمیخوایم از شما، شما همین رقم نماز که خواندی درست است، اشکالی نداره، او از باب تفضله. ولی خداییش و پیغمبریش ما یک نمازی او تو نخواندیم که او نماز دور، چون در جایش حمد و سوره رو ما نخواندیم، در جایش یک چیزی دیگه خواندیم. عین همین کار جناب حسینی در نماز مستحبه، اگه انسان میخواد به همو کیفیتی که به همو هدفی که برسه، اجری که گفته نماز شده، نماز اون رقم باید خوانده شود. حالا خدای تبارک و تعالی از باب تفضل و بزرگواریش از ما میپذیره، این چیزی دیگری است. ولی رسیدن به او نماز، رسیدن به او آثار، اونمو کارا رو باید چی کنه؟ انجام بده. یاد اصلو دستورالعملی که فرمودین و مثال زیبایی که آدرس یک گنج که فرمودین، بله بله بله، باید به همون طبق دستوری که داده شده ما بریم تا برسیم به او. اگر نه شاید به او چیزی که ذکر شده، شاید به او، اگرچه خدای تبارک و تعالی تفضل ممکنه از یک مسیر دیگه به ما تفضل چیه داشته باشه، ولی او چیزی که گفتن ما به او خدمت شما عرض کنم که نمیرسه، همون دستور عمل شد. بسیار عالی. بیننده از کشور افغانستان عزیز به نمبر مثبت 93-77-67-20 ایشان دو سوال پرسان کردن که سوال اولشان خدمت شما میخوانم که اگر موی گربه در لباس انسان نمازگزار باشد آیا نماز باطل است؟ یعنی این نماز امی بحث به اصطلاح که موی گربه یا پشک یا چیز دیگه در بدن انسان باشه یا نباشه، این در بحث لباس نمازگزاره. میگن لباس نمازگزار چند شرط داشته باشه. یک از شرایطش اینه که میگه از اعضای حیوانی که حرام گوشته، از اعضای حیوان حرام گوشت، از مویش، از کرکش، از خدمت شما چرمش، اینا در بدن انسان نباشه. نباشه. اگر یک چرمی باشه که مثلا این چرم از گوشت گربه، از پوست گربه درست شده، یا از پوست پلنگ، یا از پوست شیر ساخته باشن، خویی در بدن انسان باشه، نماز چی میشه؟ باطل میشه. یا حتی مثلا یک بالا پوشی یا مثلا یک پوستینی چیزی جور کده باشن که از موی مثلا گرگ باشه یا چیزی دیگه باشه، در بدن وقتی باشه نماز باطل میشه. نه در بعض از کتا دیده میشه، اصلا در اوهر کتا خز خز الله یک استثنایی شده، ولی غیر چیزها خدمتشون غیر از خز دیگه استثنایی نداریم. مثلا پوست روبایی باشه، پوست شغالی باشه، پوست یه گربه یا پیشکی که باشه، در بدن باشه، لباس باشه یا مثلا دیگر رقم باشه، نماز باهی باطله. این سوال امون جای داره. حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایند که اگر موی گربه یک دانه دو دانه باشه، این پروا نداره، نماز باطل نمیکنه. و اگر از یک دانه دو دانه چهار دانه شد و پنج دانه شد، یعنی قدر شد. دیدین بعضی گربه موی رو است، بله بله، مویش میره. خب خانواده روستایی در روستا هم که زندگی میکنن به خاطر مبارزه با موش، خب اینا قطعا پیشک به خانهشان نگاه میکنن، اما مواظب باشن که اگر در لباسشان مثلا باشه، بیش از یکی دو تا باشه، طبق نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی و خیلی از مراجع دیگه، این نماز چی میکنه؟ باطل میکنه. دیده نمیتونی گربه را که یا پشک که دست میکشی، دست دم چی میشه؟ پر از موی میشه. خوی اگر در لباس انسان باشه دیگه قطعا نماز باطل میکنه، علاوه بر از اینکه خب از نظر بیداشتی هم صحیح نیست که به اصطلاح پشک یا گربه و قدر زندگی انسان نزدیک باشه که تمام لباس انسان پر از موی بسازه. حالا ما خود نمیگیم کسایی که در خانهشان سگ نگاه میکنن و بعد در موتر میارن اینا را، ناز میکنن، نوازش میکنن، ممکنه در تفریح و چکر هم با خودشان ببره. این آقا از جمله فرهنگ اسلامی نیست جناب حسین بزرگوار. سگ نجس العینه دیگه، نجس است، یعنی تمامش نجسه. هر چیزی که از سگ و خوک است نجسه. چطور میشه که فرهنگ غربی و فرهنگ از جاهای دیگه در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی رخ نکنه که حتی بغل کنن با خودشون طرف ببرن پناه میبرن؟ نه متاسفانه در بعضی از
ممالک دیده میشه به عنوان یک عضو خانواده است. بله بله، رسما به عنوان عضو خانواده، حتی آیدی کارت داره، پاسپورت داره، زندگی میکنن دیگه. بله 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 دیگه، بشر به کجا میرسه جناب حسین؟ دیگه بله. در همو کشورها و در همو جاها باز احتمالا یا همی رقم است که پدر و مادر پیر باز در خانه سالمندانه. بله. پدر و مادر پیری که باید اونا به خدمت از اونا انسان کمر ببنده و کمر همت بسته کنه، اونا در خانه سالمندان است، چشم انتظار اولاد، چشم انتظار نوه و چیزی دیگه است. اما گفته شما در خانه مثلا سگ بله. زندگی میکنه و چی خوراکی، چی پوشاکی، چی شامپو و چی وسایل. بله بله، مصرف متاسفانه است. همون وقت گذاشتن، همون به هر حال اون مهر و محبتی که او صاحبش به او داره، او باید به جای دیگه باید. بله بله، قشنگ انحراف صاحبش. بسیار، ما از خواهران محترم عذرخواهی میکنیم، به هر حال سوالات پرسان میشه. این سوالم انشاءالله که خوب مطرح شد و حتما جواب خوبم داده میشه. استاد، در مورد خواهرانی که لاک میزنن در ناخونشان، سوال امیر عزیزمان از افغانستان پرسان کردن که آیا نمازی که با ناخون لاک زده شده یا که گفته شده که رنگ شده، شاید منظورش همون لاک های رنگی باشه، بله، آیا این نماز اینها صحیح است یا نه؟ جناب حسینی بزرگوار، این سوال یک کم مبهم است، ولی اگر قرار باشه سوال باز کنیم، این رقم است که خانمی وضو گرفته یا اگر غسلی بوده، چیزی بوده، به گردن ازی بوده، اینا رو انجام داده، خب بعد از غسل یا بعد از وضو ناخن خودش لاک زده، این لاک ها نجس نیست، یعنی حکم به نجاست نمیشه کرد که این لاک ها نجس است و نجاست هم رای ازیه. پس بعد از اینکه وضو گرفت یا غسل هر چیزی که به عهدش بود اینا رو گرفت، ناخن خودش لاک زد، این در نماز استاد شو هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، میتونه نماز بخونه ولو ناخنش کلش چی باشه، لاک زده باشه. میگه خب در نماز حتما زینت ببندین، شاید نه زینت نه او استثناء شده. بله. خدمت شما عرض کنم، در نماز گردی صورت و دست تاموش، پاها تاموش، در نماز هیچ مشکل خاصی نداره، ولی یک جای دیگه این رقم است که طرف خانم وضو نگرفته لاک میزنه و این لاک حائله، یعنی باعث میشه که آب به ناخن انسان نرسه. با خانم زن یا هر کسی که باشه که لاک زده باشه، از این جهت نماز باطله، یعنی خانم لاک زده دست خودشه، بعدش وضو گرفته یا غسل کرده، استاد شده در نماز، الله اکبر، غافل از این که وضوش باطل بوده و غسلش باطل بوده. وقتی وضو و غسل که مقدمات باشه باطل باشه، خود نمازم چی میشه؟ باطل حتی میشه. اگر ندانه بعدی حکت این نکته به اینجا ما نمیتونیم بگیم این جاهل به اصطلاح قاصره، جاهل مقصره. در این وقت کسی نمانده که به اصطلاح بگم میدانه که با آب خوب پاک نمیشه دیگه، به اصطلاح جرم داره. مم. مثل حنا برینیه خینه یا حنا با آن که دست خینه میشه، جذب بدن میشه، ولی به اصطلاح جلوی رسیدن آب به بدن نمیگیره یا جلوی رسیدن آب به ناخن نمیگیره، ولی لاک جرم داره دیگه، مشخص است که پاک میکنن، قشنگ یک ابزاری داره، با او ابزار باید پاک کنه. و نکته اساسی دیگه هم است که سوال نکده به اصطلاح برادر ما، اگر خانمی ناخنهای خودش لاک میزنه، چی ناخنهای دسته چی ناخنهای پایه، البته پایه که چی لاک بزنه چی لاک نزنه، در مقابل نامحرم باید پایه پوت کنه، بپوشانه، ولی دست خب پوشیدنش واجب نیست، مگر که لاک بزنه و قطعا لاک زدن زینت حساب میشه، باید از نامحرم یه چی کنه، بپوشانه، حفظ کنه. بله بله، تشکر میکنم استاد محترم. البته ما خدمت بینندگان عزیزم عارضیم که اگر یک وقت خواهری را مشاهده کردیم که با اصطلاح دست لاک زده نماز میخونه، زود آدم تصمیم نگیره، شاید او وضو را قبل از بله، او گرفته. استاد، به اتفاق شما و بینندگان عزیز میریم یک میان برنامه را انشاءالله داشته باشیم، به اتاق فرمان و برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم، همراه ما باشید. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلنشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران
بزداید. با امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را بر تن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بال های طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تصویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنید. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ، تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که باید بمیرم چه بیایی چه نیایی. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز با برنامه به وقت بیداری، بخش احکام به صورت پخش زنده. مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم. خب استاد محترم خسته نباشید. سلامت باشیم. تشکر. شما خسته نباشید. قسمت دوم از برنامه را انشاءالله شروع میکنیم و سوال بیننده عزیزمان ایست که گفته شده که امام زمان علیه السلام به مانند امام حسین علیه السلام نیاز به یاری دارن، همون ندای حلم ناصرینی که حضرت داشتن ایشان هم دارن. عزیز ما یه سوال کرده که ما چطور میتونیم، خب زمان کسی بوده خب باید شمشیر میگرفته و در رکاب حضرت شرکت میکرده، ما در این زمان چطور میتونیم به یاری امام زمان علیه السلام بشیم؟ بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد محضر شما و محضر بینندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال بسیار خوبی است جناب حسین بزرگوار. قطعا انسان نسبت به امام خودش و نسبت به پیشوای خودش وظیفه داره
و همچنان که در صدر اسلام مسلمانان نسبت به وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه داشتن و بسیاری از اونها وظیفه خودشان به بهترین وجه انجام دادن و رسول خدا رو یاری کردن. یعنی حقیقتا وقتی شما تاریخ رو میخوانین، اگر یاری صحابه و یاری نزدیکان پیامبر نمی بود، قطعا پیامبر نمیتونست دعوت خودش به او راحتی و به او وسعت در جامعه چی بته؟ گسترش بته. و قرارم نیست که پیغمبر یا امام یا هر پیشوایی که از طرف ذات اقدس حق میایه از طریق معجزه کار کنه. این نیست. معجزه پیغمبر یعنی نیست که یار تربیت کنه، رفیق تربیت کنه، همراه تربیت کنه و این همراهش و هم داستانها و اینا کار را انجام بتن. خب نمونه جنگ هایی که در صدر اسلام بود امیر رقم بود، وجود ناظرین پیامبر امیر مؤمنان علی علیه السلام دست یاری رو دراز کرد و خیلی ها یاری کردن، برخی هم یاری نکردن. خب معروف و مشهور است که حضرت گلمند بود از مردم کوفه. بله. که ما شما را تابستان وقتی میگم بریم به جنگ میگین گرم است، زمستان میگم بریم به جنگ میگین سرد است. دیگه خب آسی شده بود حضرت علی علیه السلام از دست مردم کوفه و خب نبود یار، نبود همراه باعث شد که وجود ناظرین سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم امام مجتبی علیه السلام صلح کنه با معاویه. و این نبود مگر به خاطر قلت یار و کسایی که شبانه از اردوی امام حسن علیه السلام کوچ کردن و به اردوی معاویه پیوستند با همو تطمیع هایی که معاویه داشت و یکی را پول وعده کرد، یکی را دختر وعده کرد، یکی را چیز دیگه پست و مقام وعده کرد، دوربر امام مجتبی خالی شد، شد تنها ترین سردار و یک دست صدا نداره. بنابراین امام حسین عمر رقم یاری نیاز داشت و خو خیلی یاری نکردن امام حسین. اگر چی بسا یاری میکردن امام حسین، جریان ممکن بود یک جور دیگه تاریخ اتفاق میافتاد و تاریخ عوض میشد. ای که برخی ها میگن امام حسین برای کشته شدن رفته بود و برای شهادت رفته بود، اینا چیزهاییه که با نص سری قرآن و رفتار ائمه علیهم السلام چه سازگاری نداره. نه امام نه. رفته بود به خاطر اینکه با ظلم مبارزه کنه، اصلاح امت رفته بود، یک حکومت اسلامی باشه، یک حکومتی که پیامبر گرام اسلام تاسیس کرده بود، می‌خواست او ادامه دهنده راهش باشه. خو نشد. قلت یار و نرسیدن یاران باعث شد که امام حسین با 72 تن از یارانش خب به او وضعیت و کیفیت به شهادت برسند. تک تک ائمه رو وقتی که ما نگاه کنیم امیر رقم است و میرسیم در عصر ما، یعنی در زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و بازم میگم قرار نیست که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیایه و معجزه کنه. اگر میخواست این معجزه شوه، خب به ما 1000 سال پیش این معجزه اتفاق میافتاد، 900 سال پیش، 800 سال پیش این معجزه اتفاق میافتاد. بالاخره امام زمان که میایه با فکر ما، با فکر اندیشه شما، با زور بازوی ما، با زور بازوی شما، با امکانات ما میخواد برای این جهان حکومت کنه. پس بنابراین بهترین راه برای یار رساندن امام زمان ایست که انسان زمین سازی کنه. زمین سازیش اول از خودش شروع کنه. قرآن هم تازه میره میگه، میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودت و اهل خودت از به اصطلاح آتش جهنم نجات بدی. میگه طرف اول گفته بود خب من جهان عوض میکنم، یک کمک تیر شد سنش بالا رفت، نه خب جهان خود نمیشه، همین قاره خود ما را تیر شد، گفت نه همین کشور خود ما را تیر شد، دید نه بابا نه بابا اول باید انسان از خودش شروع کنه. انسان اول باید خود ساخته باشه، خودش بسازه، اطرافیان خودش بسازه، نزدیکای خودش بسازه. نزدیکای انسان باز نزدیک داره دیگه، همین رقم موج گسترش پیدا میکنه. دیدین یک برکه یا یک حوضی که هست، یک سنگ که بله. میپرتی امواج همینطور بزرگ میشه، بزرگ میشه دایره امواج. انسان همون رقم باید باشه، باید طوری باشه که موج ایجاد کنه. موج اول اطرافی ها را ایجاد کنه، همینطور این گسترش پیدا کنه. پس بهترین به اصطلاح همیاری و کمک به امام زمان اینه که انسان خودش بسازه، یعنی در مسیر قرآن حرکت کنه، در مسیر اهل بیت حرکت کنه. قطعا کسی که حرف اهل بیت گوش نکنه، حرف پیغمبر گوش نکنه، حرف قرآن گوش نکنه، خوی منتظر امام باشه که چی؟ امام که قایب و حاضر نداره دیگه. امام حرفش چیه؟ حجته. حرف امام حرف پیغمبره، حرف پیغمبر حرف خدایه دیگه. کسی که گوش نکنه حرف امام را و حرف پیغمبر را، خوی هر چی دعا کنه فایده نداره. بله. برخی هم تصور میکنن که ما مقصد اکثرا دعا کنیم. درست دعا کردن خوب است،
ولی دعا کردن که توأم با چی باشه جناب سیدی صاحب؟ با حرکت باشه. بله. پس ما بهترین راه اینه که خودسازی کنیم و همیشه به یاد ما باشه که یک کسی می آید. فرق میکنه انسانی که منتظر کسی نباشه با انسانی که منتظر باشه. اگر واقعا انسان منتظر واقعی باشه، خانه دل خودش جارو میکنه. بله. منتظر آمدن یک عزیزیه. ولی کسی که منتظر کسی نباشه، نه جارو میکنه نه پارو میکنه. دیدین که مهمان میاد خانه ما، تلفن ما زنگ زد گفت که من میایم خانه شما، میگه سوت سوت خانه رو جمع کن، بسیار مرتب کن. به خاطر چیزی که یک نفر مهمان میاد، خب هر چی که مهمان مهمتر باشه هر چی تلاش بیشتر است. درود بر شما. هر چی که مهمان مهمتر باشه تلاش بیشتر است. و بازم اینجا خوب شد به یاد ما انداختید، یک مهمان قرار است بیای از یک شهر دیگه، از یک کشور دیگه، اگه خیلی مهم باشه انسان بدرقش میره. بله بله. تا میدان تیاره، تا خدمت شما عرض کنم که ترمینال جای دیگه. بنابراین اگر کس واقعا منتظر باشه، باید از اول از خودش شروع کنه، از خانه‌اش شروع کنه، از زندگی خودش شروع کنه. و نکته دیگه یکی، اگر کار خیر انجام میده، امام زمانش هم در این کار خیر شریک بسازه. به هر حال کار دیگه ای نمیشه از اسم ما. و آمادگی بگیره. یک زمانی خدا رحمت کنه، ما یک پدر بزرگی داشتیم، خدا بیامرزش، این یک شمشیر برای خودش تهیه کرده و به اصطلاح منتظر آمدن امام زمان بود. ولی خب عجل مهلت نداد و خدا رحمتش کنه، آمرزیده شد. شمشیر یک سمبوله، یک نماده. یعنی انسان این سمبول که در خانش باشه که مشکل حل نمیکنه. مهم اینه که اگر امام زمان به وقت که بیه ما دستور بده که یعنی کار انجام بده، آیا انجام داده میتونیم یا انجام داده نمیتونیم. مثلا به من امام زمان آمد گفت که شما برو مثلا والی فلان کشور شو. بله. این توانایی در من هست یا توانایی در من هست؟ باید من توانایی ایجاد کنم. یکی از مهمترین توانایی جناب سیدی صاحب ایست که امام زمانی که میخواه بیایه، شیعه باید اینقدر قدرت داشته باشه، مسلمانان اینقدر قدرت داشته باشه که حافظ جان امام زمان باشه. عجب. بله دیگه، گفتیم که قرار نیست که به اصطلاح امام زمان با معجزه حکومت کنه. بله. او تغییری که با معجزه حاصل شده شاید ارزشش پایین باشه. پس بنابراین اگر امام زمان قرار بیایه، که یک از علتهای غیبت امام زمان همی بود دیگه، به اصطلاح کسایی بودن که میخواستن امام زمان از بین ببرن، پس اول باید مسلمان اینقدر قوی شده باید از نظر سازمان یافته شده که بتونه جان امام خودش رو چی کنه؟ حفظ کنه. به اصطلاح مسلمانی که قدر سازمان نداشته باشه که جان خودش نتونه حفظ کنه. دیدین دیگه مال افغانستان در کشور ما چی اوضاعی است. خویی که نمیتونه جان یک سازمان باید باشه، حرکت باید باشه، دست جمعی باید باشه، تعاون باید باشه. اگر تعاون نباشه، حرکت نباشه، یک پا فکر نمیکنم در این زودی امام زمان بیاید. ما این رقم باشیم. بله در خدمت استاد. الان اشاره فرمودین که امام زمان علیه السلام در اعمال عبادی شریک بسازه. بله. این سوال خب پیش میاد، هم تو گفتم میشه که شما اگه کاری انجام میدین به نیابت حضرت انجام میدین. بله. مثلا زیارت میرین، نماز زیارت بخونین به نیابت حضرت. بله. خب شاید کسی این فکر میکنه خب من خودم میشناسم، نماز من شاید دو تا یک نمازی نباشه، نماز ما کجا و نماز حضرت کجا؟ من چی رقم میشه که من این نماز به نیابت حضرت بخونم؟ برای دیدگاهش میشه میفهمم. ما یک آیه قرآن میخونیم خدمت شما، یک مثالم میزنیم. میگن ران ملخ و تحفه برای حضرت سلیمان. بعد یک کسی چیزی نداره، همون چیزی که داره، همون چیزی که داره، ولی دو رکعت نماز باشه، این تحفه میبره برای حضرت سلیمان و سلیمان زمان. این مثال دیگهش آیه قرآن است. خدای تبارک و تعالی میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همین آیه که ما همیشه میخوانیم، بعدش چی میفرستیم؟ صلوات میفرستیم. خب صلوات ما کجا و دعای ما کجا و دعای خوبان کجا؟ ولی در این حال خدای تبارک و تعالی میگه شما بر پیغمبر چی بفرستید؟ سلام و درود بفرستید. در قرآن جای قرآن میگه سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر پیامبر، یک یک نام میبره به اینا سلام میفرسته. و در اصل به ما آموزش میده که شما به پیامبران چی بفرستید؟ سلام و درود بفرستید. درست است که از ما خیلی سطحش پایینه، به تعبیری کلاس ما خیلی پایین است، صنف ما خیلی پایین است، ولی همین صنف پایین هم انسان در طبق اخلاص اگر بگذاره، خدمتتون عرض کنم، بسیار ارزشمنده. بسیار ارزشمنده. پس بله، ما اگر کار خوبی میکنیم، صدقه میتیم، زیارت میریم، دست یک فقیر رو میگیریم، دست یک مسکین رو میگیریم، دو رکعت نماز زیارت میخونیم،
و دعایی میکنیم به نیابت از امام زمانم باشه. البته تجارت هم میشه اینجا انسان انجام بده. من که برای امام سلام بفرستم، امام جواب سلام مرا میده. خب سلام می به تعبیری بدبخت بیچاره کجا و جوابی که از طرف از او میایه. من دعا میکنم برای امام زمان و امام زمانم که قطعا خیلی با معرفت است. عین معرفت هم، معدن معرفت هم رقم کرده زیارت جامعه بلد. معدن اینا، معدن به اصطلاح اصل معدن حلم است، بردواری است، آقایی هست. خب قطعا او هم دعا میکنه برای ما. خب دعای ما خب ممکنه قبول شه یا نشه، ولی دعای امام زمان که ردخور نداره قبول میشه. البته از باب معامله بیایم بیرون، از موتور که حضرت علی علیه السلام گفت، گفت من عبادت نه عبادت از ترس میکنم، نه عبادت برای چی میکنم، برای بهشت انجام میدم. اصلا من عبادت میکنم خدا را به خاطر اینکه برای خدا برای اون این جایگاهی رو داره که من برایش باید چی کنم، عبادت کنم. بنابراین این حالا این قضیه تجارت با بگذاریم کنار، ارزشمنده. اگه او بیای جهان از بدبختی و بیچارگی و فلاکت نجات پیدا میکنه. حالا یک داستانی هم هست، میگن که یک شخص رو، من نام سلسله ها رو نمیبرم، میگه یک شخص در یک سلسله، یک سلسله قبلا منقرض شده بود، یک سلسله جدیدی روی کار آمد. گفت یک شخصی بود که دودسته با دودست شمشیر میزد و جنگ میکرد. این رئیس سلسله جدید، پادشاه جدید طلب کرد، گفت که او دیوانه، تو در کجا بودی؟ در سلسله قبلی که کشور دچار حرج و مرج شده بود، تو کجا بودی که با دودست سال شمشیر میزنی؟ گفت من امیری مثل از توری نداشتم. بودن امیری مثل از تو به من شجاعت میده که من دو دسته شمشیر بزنم در مقابل دشمن. و این همون بحث است که یعنی امیر، سرپرست، رهبر خیلی ارزش داره. رهبری آنچنانه بیایه، انسانها استعدادهای شکوفا میشه. میگن گنجها به اصطلاح خودشان به امام عرضه میکنن، عقول انسانها کامل میشه در اثر یک سرپرست خوبه. اگه سرپرست خراب باشه که مردم به جایی که در کعبه ببره در ترکستان میبره دیگه، نبرد مورد ترکستان رفتیم ترکستان دیگه کشور دیگه چی رقم شوه موفق باشه ان شاء الله. بسیار تشکر میکنم استاد محترم. استاد اصلاح بفرمایید اگر اشکالی در مطلب حقیر بود. همین که فرمودین از شیوه های یاری امام زمان علیه السلام، خیلی جا توصیه میشه که آقا میگه کاری که میکنیم به همین حلال و حرام تان شما عمل کنید. شاید نخواهی که شما حتما برین در کلاس های سنفای خیلی بالا شرکت کنین، اما اون چیزی که میدونین شما عمل بکنین به حلال و حرام. خب تبلیغات برنامه خود ما نیسته، برنامه به وقت بیداری است و از احکام است. خب قطعا از اهدافی برنامه همیست که عزیزان بیننده ما و همه شما احکام ما رو بدانیم و بشناسیم و با اونها عمل بکنیم و حلال و حرام ان شاء الله عمل بکنیم. و قطعا این میتونه از زمینه های یاره امام زمان علیه السلام حساب بیاید، ما رو به امام زمان نزدیک میکنه دیگه ان شاء الله. قطعا ما رو به امام زمان نزدیک میکنه، به پیغمبر نزدیک میکنه، به خود خدای تبارک و تعالی نزدیک میکنه. معصیت و گناه انسان از خدای تبارک و تعالی دور میسازه، بلکه به شیطان نزدیک میکنه. بله امیر بسیار عالی. بیننده عزیزی از کشور زمان افغانستان به نمبر مثبت 93797355 سوال ویسی فرستادن. البته ایشان خواهش کردن که به خصوصی ایشان پاسخ داده شده. تشکر میکنیم از شما و این کار انجام شده، پاسخ داده شده. عزیز دیگر به نمبر مثبت 93778577 سوال کردن که استاد استفاده از نکتایی یا کراوات چه حکمی داره؟ بله خب معمولا دانی حکومت قبلی مردم ما زیاد استفاده میکردن از نکتایی یا کراوات. عملی هم خب ممکنه در برخی از کشورهای اسلامی باشه، مخصوصا کسایی که داماد میشن بعد نکتایی بسته میکنن. حضرت آیت الله العظمی سیستانی در این زمینه فرمودن که خود از این کار، یعنی استفاده کردن از نکتایی، فی نفسه هیچ کدام مشکل خاصی نداره. اشکالی نداره فی نفسه خودش اشکال نداره، مگر یک چیزی باشه که مثلا ترویج فرهنگ غربی باشه که او هم نیست دیگه الان. چون نکتایی یک طوری شده که خدمت شما کنه مثل یک کت شلواری که فعلا همه جا آمده. کت شلوار اول خو آمد خواست غرب آمد دیگه، یه لباس مسلمان خو نبود دیگه. خو از حرام الشمس روشن‌تر از خورشید است که لباس مسلمان نبود، اما یه قدر پوشیدن شرق و غرب و شمال و جنوب شد که عمومی شد دیگه. این فعلا از
لباس غربی بودن چی شده؟ خارج شده. تقریبا نکتای ممی رقم است که به اصطلاح دیگه خارج شده از اینکه زی مخصوص مثلا غربی ها باشه و چیزهای دیگه. از این باب حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایند فی نفس اشکال نداره، مگر یک جایی یک رقم باشه که مثلا ترویج فرهنگ غربی حساب شده و هم فعلا نیست. خب پس ما به اتاق فرمان میگیم که شما صحبت های استاد که ضبط کردین، اگر یک وقت ما نکتایی زدیم استاد دیگه نظر ما خفه نشنیم. عزیز من از کشور تاجیکستان به نمبر مثبت 992-9218 ایشان به تماس شدن به واتساپ برنامه و تقاضا کردن که ترجمه و شرح سوره مبارکه جمعه را با وایسشون برایشان ارسال کنیم که خب عزیزان لطف کردن و روان کردن. تشکر میکنیم ازشون. و بیننده عزیز دیگر در پاکستان حسن استاد ایشان به نمبر مثبت 92-305-9653 درباره دعا کردن برای میت سوال کردن که البته هم به خصوصیشان پاسخ داده شده. سوال بعدی ما عزیز دیگر سوال کردن که بعد از نماز خواندن، بعد از اینکه سلام داده میشه، خب عادتاً دیده میشه که بعضی به سمت چپ و راست خود سعی میکنن، آیا ای گفتن که زمینه ای داره در جای وارد شده و فلسفیش چیست؟ خدمت شما عرض کنم، خدمت بیننده عزیز و بقیه بینندگان عزیز که ما را میبینن و میشنم، من عرض کنم که در مذهب شیعه، یعنی در مذهب شیعه جعفری، او چیزی که نماز تمام میکنه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مستحبه که گوشا در وقت الله اکبر دستات، در وقت الله اکبر گفتن تا بیخ گوش انسان گوش برسه برسه. این می چیز است، ولی ما هست بو یک استحبابی هست که میگه اگه امام جماعت در نماز جماعت است، وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با گوشی چشم خود اشاره کنه به این طرف خودش و به این طرف خودش. و کسایی که پشت سر امامه، کسایی که پشت سر امامه، اونا هم اگر که به اصطلاح دو طرف شخص باشه، میتونه بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با گوشی چشم خود به دو طرف اشاره کنه. ولی چیزی به این رقم ما اصلا نداریم که نماز تمام شده میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این چیزی در مذهب شیعه ما به این کیفیت نداریم. ولی خب برادران اهل سنت فقهشان سر جایشان، وجودشان خدا از بالا حفظ کنه، برای ما محترم هستن، برادر ما هستن، جان ما هستن. فقه شمی رقمه که میگه وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله، 90 درجه صورت بچرخان به طرف راست، 90 درجه دیگه بچرخان به سمت چی؟ چپ. در فقه برادران اهل سنت خب، و ما مسائل اختلافی با برادران اهل سنت زیاد داریم، تا جایی که خود برادران اهل سنت هم بین خودشان اختلاف دارن دیگه، خود چیزی کاملا مشخصه، تنهایی نیست که ما با اونا اختلاف داره، به خود برادران اهل سنت در بین خودشان چی داره؟ اختلاف داره. که اگر اختلاف نمی بود که چهار مذهب نمی شد دیگه. وجود چهار مذهب خودش دال برای یکی رو با هم دیگه چی دارن؟ یک سری اختلافات داره. که یک نمونه شما خدمتتان عرض کنیم، ما یک زمانی مشرف شدیم حرم یکی از ائمه، یک شخصی رو دیدیم که شخص دستواز نماز میخونه و در عین حال محرم نداره. ما تعجب کردیم که چه رقم دستواز نماز میخونه و مورم نداره و بالای سنگ هم نبود، چون اگر بالای سنگ باشه که مورم لازم نداره مور بگذاریم بالای سنگ، خب میشه سجده کرده که به هر حال این بالای چیز بود، به اصطلاح بالای فرش بود. فرش بود نماز خواند و بعد از نماز امیر رقم گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ها فهمیدیم خیلی برادر ما اصلا نیست. خب اون زمان بچه طلبه بودم به حساب که خیلی نه الان هم کلان نیستیم، به هر حال خیلی سینما خام بود، هنوز جوان نیست. فرسان کردیم از این، گفتیم که چطور شد، دیدیم که عربی صحبت کرد با ما و یک مقدار ما عربی بلد بودیم، فهمیدیم که از برادران ماست که از کشور اردن گفت یا از مصر گفت، از کجا گفت، از اونجایی گفت من مالکی هستم. و بعدها ما فهمیدیم که برادران مالکی دستواز نماز میخوانه، یعنی سه تا مذهب اهل سنت میگه که به اصطلاح سنت، البته اونم واجب نمیگه، میگه سنت، سنت مؤکده، پیغمبری کار میکرده، صحابه هم کار میکرده، ما هم در وقت نماز خواندن باید دستای خود چی کنیم؟ بسته کنیم. اما برادران مالکی دستای خود چی میکنن؟ واس میگذارن. پس بنابراین
اونا فقهشان سر جایشان، ما فقه ما سر جایشان، اونا هم بین خودشان اختلاف داره و ما هم با اونا چی داریم؟ اختلاف داریم، هیچ مشکل خاصی هم نیست. پس بنابراین ما در مذهب شیعه نداریم که بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و چپ و راست خودش چی کنه نگاه کنه. دیده میشه این طرف طرف در باره فلسفه نگاه کردن یا اشاره کردن چیزی وارد شده؟ ممکن است، البته خودم چیزی نیدم، ممکن است که باشه به هم، البته در نماز جماعت که میگه اشاره به این طرفه، به اصطلاح این طرفه مگه انسان باشه، این طرفه به انسان باشه، ممکنه اشاره به اینا باشه، ولی ممکن است برادران اهل سنت ما اشاره به همو فرشتگانی باشه که مثلا سر دوش انسان هست، حالا یا حرفای که کارهای خوب نوشته میکنه، این کارهای چیه چپ نوشته میکنه، به هر حال مأمور الهی است، ممکنه ای باشه. بله بسیار عالی. سر ما تقریبا وقت تمام شده، سوالاتی که میمانه انشالله باز برای جلسه بعدی خدمتتون پرسان میکنیم و تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین. سر محترم در حق ما و عزیزان بیننده دعا بفرمایید و خداحافظ کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده. الهی آمین. توفیق پیروی از دستورات قرآن، دستورات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، ائمه معصومین و ما لطف و کرامت بفرما. الهی آمین. به ما توفیق یاری قرآن، یاری پیامبر و یاری امام زمان لطف و کرامت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صاحب دلان که روی سوی خدا کنند، اول به جان گم شده خود دعا کنند. اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.